چی کار میکنیم؟ بجنبین، روز شد. تو بهتر بلدی، تو بیا. ما بجنبیم دیگه. بچه ها زود باشید. تو آقای امینی یه چیزی میشه در آینده این آقا امینی یه نایمده این آقا اشتباه کردم قبول کردم برم همون دیگه چیه؟ ایبو؟ اسکندر الو آقا بلند شید صبونه ردیف آقایون بلند شید وقت کاره بلند شید باشم بجم تو رو خدا هوا روشن شد قلوم نکن آقا روشن میشه این نابستر یا نه ایشالله ایشالله روشن کن فقط تانک رو روشن کن یا مایشون حسین حسین جونم آقا دارم میان حسین دارم میان چند بار باید صداتون کنه ها؟ هاشید دیگه مسخره کردین؟ نه این مده نیم ساعت ما رفته اونجا دارم کار میکنه شما انگار نه انگار هیچ جا دارم برم هموم هموم الان نشید نه بر بزرش آقای حسین آه جدیدی برادر افتاب زد اینا نه این مده بیاد یه کاری بکنیم لب تپه نشسته که کاری نمیشه این بر بر بیا بچه‌ها جمع کنم ماشین که آماده است من نیام نه شما با اون پای بیستی باش فتح بله بیا آماده بکن
یاسر میخواد بره دنبال بچه‌ها. مشکل نداره، فقط آبرو هم هر چی هستش ردیفش کن. آره چکش. آماش کن. آقای یاسر! برو برو.
جلو هم گرفتن. فعلا فرستادیمشون آقا. من از هاشم و محسن توقع داشتم، از شما توقع نداشتم. شما منطقه رو میشناسی، اونا که منطقه رو نمیشناسن. حالا خدا روش به خیر گذشت دیگه، اتفاقی نیفتاد. مگه نگفتم اون تانک تا حالا چند تا شهید و مجروح داده؟ مگه نگفتم یک ساعت و نیم بیشتر وقت ندارید؟ اگه اتفاقی برای این برادرم میافتاد مثل اون یکی، جواب خانواده‌اشو چی میدادی؟ میگفتی رفتیم یه تانک بیاریم؟ بعد خانواده‌اش نمیگفت مگه بچه من نظامی بود؟ مگه کار بلد بود؟ هیچی. میگفت ماشاءالله به عقلتون. یاسر جان حرف شما درست، ولی میگم اتفاقی نیفتاده که رفتیم تانک آوردیم دیگه. یه صلوات بفرستم شد بریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا یاسر دم شما گرم. آقا ممنون، اصلا با خدای دلت صاف اینطوری نگران ما. اصلا واسه نوبت بعدی شما لطف کن یه کاغذ بردار، یه آدرس یه تانک بی خطر خوب و همچین نو به ما بده، ما میریم به همی داریم میاریم. بیا چه کاری اصلا؟ نو شو بگو کجا میفروشم، من میرم میخرم میام. الله اکبر. چند لحظه برادر یاسر، فرمانده خط با شما کار داره. بفرما. حالا با جواب این بساتو به فرمانده خط بده. بابا یاسر جان چه جوابی؟ بگو تانک آوردم دیگه. آقا منطقه رو حساس کردیم. حالا تا یک هفته باید رو سرمون آتیش بریزن. آقا حالا صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جانم آفتی جریان چیه؟ همینطور واسه خودت سر خود را افتادی دنبال خرابکار بگردی که چی بشه؟ شروع کردی بچه های اینجور سینجین گردن؟ آقا یه دقیقه خودت فکر نکردی الان یه رفتی تو لاک خودش، من بدبخت باید چطوری پیداش کنم؟ ببین آقا هاشم، ما اینجا رو با دسته خودم با همین بچه ها را انداختم، راش انداختم که اینجا خدمت کنیم، نه خیانت. راه بندازیم کار مردم ها، نه اینکه خراب کاری کنیم. الان هم پای آبرو حیثیتمون داره، بیشرف رو تا من نگیرم دست بردار نیستم. آفدی شما که واسه ما شناخته شدی، دمت هم گرم، میدونم جا چی کار کردی، اما عزیز من الان بفهم من چی دارم میگم، شما داری چی میگی. آقا یک کلام میگم، با این سرسده که تو را انداختی اگه هم طرف تا حالا اینجا بوده دیگه رفته. من آخر کی بچسبم؟ نرفت. ما پشترم هم چش دارم، حواسو شیشتان بیش است. تازشم یه سر نخوایی گیر آوردم. سر نخوایی چی داشت؟ عجله نکن، بهت میگم به وقتش مطمئن که بشم به مود قسم جنازهشو میندازون جلوی پات. آقا ول کن، ببینم یک کلمه بگو سر نخ چی، به کی شک داری الان؟ عجله نکن دیگه، تا صبح صبر کن،
جان ما سر کن ما این نفرتی قضیه رو شخصی نکن شخصی نمیکنی به ما اعتماد دار کنی به ما اعتماد میکنی یا نه عزیزم من دارم میگم به اعتماد دارم اما یک کلمه بگو به کی شک داری بریم حلش کنیم بفهمیم که بوده یک بار ما اعتماد کن این ننگیه که رو لباس مایه بذار ما پاکش کنم همین یک بار ما اعتماد کن فدی قضیه رو شخصی نکن هاشم آقا نمیخوام زیادی شلوغ بشه به جای خوب رسیدم درستش میکنم بهت میگم چیکار میخوام بکنم طول بکشیم تانک عقب یه طرف عملیاتی کردنش یه طرف دیگر تانک نیروی متخصص میخواد یه آدم میخواد که گلوله گذاری بکنه چجوری سمت بده جهت بده چجوری شلیک کنه و الا میشه یه آهنپاره یه وانت ارزشش از او بیشتره آدش دیر فرمای شما متینا اما آقا همین خونپاره که میگین روز اول که نمیدونستیم باید چطوری کار کنیم دیگه یه دفعه اولی بوده واسش تانک هم همونطوریه دیگه حالا ما موتورش رو فهمیدیم اما یه دفعه اول داره که راش بندازیم بتونیم شلیک کنیم نه؟ حرف شما کاملا صحیح اما یه اگری داره ببینم آقای یاسر این قضیه نفوذی ها چیه؟ نفوذی داریم و نمیدونم چی داریم ما کاکلمون نشونه میکنیم میفهمن که چند تا مو ریخته چند تاش سیاه چند تاش سفید راستش مردم از همه جا دارن میان جبهه تو این شرایط پیدا کردن خائن مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاه میمونه سفیر سفیر غریب چی شده جواد این موقعی روز امشب تو منطقه دژ میخواییم عملیات کنیم برادر اون دو تا تانک بود میخواییم بعدش گردونیم عقب مگه بهت نگفتم اون منطقه زیر دیده میدونم ولی اگه اون طرف مشغول باشن ما راحت‌تر میتونیم کارمون رو انجام بدیم برادر من امشب آتش بازی را میندازم ساعت 11 شب خوبه؟ باشه خوبه تمام جواد چی میگفت؟ چی میگه؟ هاشم قراره چیکار کنه؟ هاشم و جواد میخوام ما پشت دژ آتش بازی را بندازیم چرا؟ میخوام بی سر صدا دو تا تانک جامونده عراقی رو ببرم هاشم خان؟ آره
کار خودشه. چه؟ سلام یاسر جان، مادری که خواسته بودی. دست در نکنم واسه زیتون نمیشه که صبحات ببرمش برای دمدمش. دمدمای صبح بر میگردم ببرش. فهمیدم جواد. بعد آقا زودتر بریم این تانکه رو بزنیم بیاریم دیگه. مگه خودکار رو بدازیم بکنیم تو جیبمون؟ تانکه اونم دوتا، نه یکی، اونم نه یکی، یکی دوتا با هم، میفهمی؟ یه عراقیه به نظرم دخلمونو میاره. من با این بنده خدا دائم در تماسم. و بسیه؟ نه بابا، من اینقدرم بیعقل نیستم. استخبارات؟ یعنی من اینقدر خرم که با یه سواکی عراقی قرار مدار بذارم؟ خب نمیدونم، شاید هم حاجی دو تا سنگه پر نیرو کمین گرفتم. دور تا دورش ها خیال راحت، چیزی نبود. تله ای مینی سیخ زدیم، چی نبود، خیال راحت. هیچ چیز زنت کردی حاجی؟ شرمنده چی نبود، به خدا همین همین هم از جواد گرفتم. جواد توی نوشتادی؟ من؟ نه نه آقا، جوادو نمیگم، جواد از تانزاده رو میگم. آه اون که اشقابیه. خیلی خب، از این به بعد خواستی بیره شناسایی، او هیکل درازت رو میکنی زیر گل، بعد میری، فهمیدی؟ چشم باشی رو چشم باشی. یه حرفیز زنها رو آماده کن، هر وقت ما گفتم سود زدم اون موقع بیان رو چشم. برو یالا، برو. خب آقای سامان بریم با اجازت. هاشم میمونه، ما با شما میام. هاشم بمونه، شما با ما بیای. شما مکانیکی؟ راننده تانکی؟ ما همینجوری یه لافی اومدیم که وجدان درد نگیریم، ولی با شما میام. بریم. خیلی خوب. یاسین، یاسین یادت نره. شو وسیعت یا خدا دار و ندارم رو بدی به مرزی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.
منصور خان، قضیه پاشا خیلی جدی شده. یه چند باری اومدن سراغ من. همین روزاست بیان منو ببرن. یه کاری بکنید دیگه آقا. خیلی خوب. سر خودت باختی. گوش کن به حرف من. هیچ اتفاقی قرار نیست برای تو بیفته، فهمیدی؟ هیچ. همین الان وسایلتو جمع میکنی، یه ماشین میگیری، در بس میری اهواز، فهمیدی؟ خانه امن شماره 2. شماره 2. اونجا که رسیدی سهیل میاد دنبالت. باشه آقا، فقط سهیل امنه؟ سهیل؟ سهیل خیلی امنه. اصلا ما امن‌تر از سهیل نداریم. خیالت راحت باشه. برو زودتر، خدافظ. باشه آقا، فعلا. الو بهرام، خودتی؟ امینی هم؟ بابا، چه عجب یادی اما کردی. ببین این حرفا رو ولش. چی شده؟ چه اتفاقی میفته؟ ببین بهرام، یه سوال میپرسم، زود جواب بده. بگو ببینم. تو سازمان اون سهیل میشناسی؟ دو تا سهیل داریم، یکیش آلمانه، یکیش هم کنار دست منصوره. آها، همین که کنار دست منصوره، این کیه؟ چطور مگه؟ خب چه جور آدمی بهرام؟ دنبال آدمای منصور نباش، بفهمه ولت نمیکنه. بابا یه کد بده به هم. سهیل رفیق بیمخ منصوره، مأمور حذف مهرهای سوخته است، خیلی هم حرفه‌ایه. چطور؟ چی؟ منصور گفته باید باش همکاری کنم. شوخی کرده. حواستو جمع کن، اون با هر کی همکار شده دیگه پیداش نشده. باشه، ممنون، باید قطع کنم برم. چند تاش؟ چی چند تاش؟ کشتی ها دیگه، طوفان اومد، غرق شد، پیداش کردی؟ اگه اومدی سر به سر ما بذاری اصلا وقت خوبی نیست. بابا بس کن خجالت بکش، هی چپ نگاه میکنی، راست نگاه میکنی، میری تو فکر. چطور خوب؟ تو این منصور رو میشناختی؟ منصور کیه؟ همین رفیق هاشم رو میگفت، با پیکان استیشن اومده بود اینجا، محسن هاشم رو سوار کرد بود میشد. امینی و اون معرفی کرد ما. آشا هم باش رفیق بود. یعنی آشا رفیق منصور بود؟ فکر کنم اینا همه با هم رفیق هم. چرا روزه شکدار بگیریم؟ ببریم سراغ امینی بینم. باز تو بیمارستان خودش من گفت رفیق. الو امینی؟ امینی؟ نوکرم آجی. محسن تو اینجا چی کار میکنی؟ امینی رفت همون. همون؟ چه خبر؟ خبری نیست؟ سلام. نه خبری نیست. شما باید دم در باشی. چشم. اومد بازرسه این مخابرات؟ بله آقا. با پذیرای شد؟ بله آقا. بله آقا، بله آقا، همین رو یاد گرفتم. چی شد؟ تونستی امینی رو پیدا کنی؟ اصلا خونه هم نرفته آقا. مطمئنی؟ زنگ زده به بهرام، یه سری اطلاعاتم از سهیل گرفته. خب بهرام چی بهش گفته؟ گفته سهیل مأمور حذفه، خونه امن شماره 2 هم تابوت آدمای خائنه. خیلی خب، پاشو پاشو. ببین هر چی مدارک اسناد داریم جمع می‌کنی، یه جا آتیش می‌زنی. فقط پمیدی، فقط اون دو تا دفتر چکوده رو نگه می‌داری ها. بعدم دستگاه شنود همه رو باید نابود کنی، همه کانال‌های ارتباطی، همه خط‌های مخابراتی، همه رو به هم بریز. بادو یلا. الو. بجومی بچه ها، بچه ها بجومی، داریوش، احمد، داریوش، بجومی، بجومی، جمع و جور کنیم، اینا رو جمع و جور کنیم، بجومی، شده آقا، آقا همه رو جمع و جور کنیم، همه رو جمع و جور کنیم، همه رو جمع و جور کنیم، بجومی، 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 تو بیا بارو زولده، داره شده بیا اینجا، داره شده. Thank you.
هشت برید بسه سریع. احتمالا یه پرواز کوتاه داریم، تمام خطوط مسدود. تکرار میکنم، احتمالا یه پرواز کوتاه داریم، تمام خطوط مسدود. احمد احمد جان، سیگار تو کشیدی، یه چایی برام بیار، یه چای پررنگ. Thank you.
آقا آخر دیگه برو کنار ببینم آقا چقدر برای اینجا آقا هاشم آقا هاشم آقا دیدی گفت تو کار خودشه همه رو زدن نفره کن با خودم کار ما نبوده که خودمونم زدن شانس آوردیم شونم خورد همه رو زدن نفره کردن منصورم تیر خورده نمیدونم ولی امینی که مرده امینی هم اونجا بود امینی؟ آقا امینی هم اینجا بود دیگه اگه با شما نیست آره هارون هارون دکتر هارون هارون بابا خدا رو شکر داشتم نگرانت می‌شدم حبیبی سلام علیکم خدا رو شکر سالمی حبیبی الله یسلمت برو برو سلام علیکم حیاک حیاک یا الله الله هارون سلام علیکم حبیبی شلونك شخبارك حبیبی الله روح شوف شلونه شلون صارت ايدك يا الله يا الله شو دي تفضل هذا ماي حبيبي هذا خبز شو خبر هم جد مبارش ما ميقرده خوش شو مدن آره همونه که به حوزه حمله کردن دارن آماده میشن به سوزنگرد حمله کنن مطمئنی؟ کی؟ سه روز دیگه باید بریم تو شکمشون احمد چی میگی؟ با تانک نمیشه نزدیکشون بشین هیچ راهی نداره گراشونو بگیریم بدیم توپخونه ببین سنگراشون خیلی محکمه یه بمب مخصوص میخواد هارون میتونی 45 دست لباس ارتش برم گیر بیاری یا الله 45 دست دست چه کار چی میخواد شبیخون باید شبیخون بزنیم با چی؟ یه نرگی ما حساب کردی؟ نه خودم پوشیده چون جان می روی پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من اندر میان جان من سر به خرامان منی سر به خرامان منی ای رونق بستان من ای رونق بستان من چون می روی بی من مرا چون می روی بی من مرا ای جان جان بی تن مرا ای جان جان بی تن مرا بس چشم من بیرون مشو بس چشم من بیرون